درود بر مهربان یاران گرامی. جمهوری ظالم و ستمکار اسلامی ایران که ما سالها اسمش گذاشتیم جیم الف دو، یعنی جمهوری اسلامی ایران، از این بعد شما بگید جیم الف دو. جیم الف دو چندین سال سالهاست که به عنوان هفته فجر 22 بهمن که نزدیک میشه همینجور پروپاگاند میکنه. حالا ما هم ماه زجر رو برای شما امسال کاری کردیم که چهار تا برنامه‌ای در ماه بهمن سیاه براتون برش کردیم. یادی بود از دوران پادشاهی و چگونگی انقلاب و نقش استعمار در این رابطه و غیره. بدون شک میبایستی بیش از هر چیز از محمد رضا شاه عزیز سخن میگفتیم و شبانه گرامی و روحانیت و انقلاب آفتابه آقای خمینی. اما خیلی جالبه دو نفر دیدم در این شبکه های مجازی اومدن به سیاوش اوستا پرخاش کردن. آقا مزدور فرح پهلوی، حقوقت رو گرفتی، حالت خوب، سرحالی و داری رجزخانی میکنی، از این حرف. من با این که لازم نبود به یکی دو نفر اینجور پاسخ بگم، اما برای این که در تاریخ ثبت بشه، چون انسان های نابکار بسیارن که بخوان چه بگویند و چه نگویند، افتخار میکنه. و این افتخار سیاوش اوستا بوده که میگه تا کنون نه تنها یک شاهی از کسی نگرفته پول در رابطه با کارهای سیاسی، هنری، فرهنگی خودش، بلکه تا تونسته میلیون ها دلار زحمت کشیدم در آوردم، پس انداز مادرم بوده، پدرم بوده، ارثم بوده، کار خودمون بوده، با خواهرم کار کردیم، با برادرم کار کردیم، زحمت کشیدیم، شب و روز تلاش کردیم و با پول و بودجه خودمون ما نبرد رو دنبال کردیم. تو این سالها از هیچ کس هم یک قرون نگرفتیم. شهبانو عزیزم خودشون تشریف دارن اینجا، میتونن گواهی بدن. البته گواهیشون هم نمیخوام بیان بدن، نه علی هستن. ما یک شاهی نه تنها نگرفتیم، بسیار گذاشتیم تا خاندان پهلوی رو و محمد رضا شاه رو زنده کنیم. نمونه های بسیاری هست، بسیار مصاحبه های بسیاری که خانم میره دوما هست اینجا و کسان دیگه با کمک دوستان عزیز مثل سناتور هنریکه و غیره و که شهبانو تلاشه خودشون بود، ما هم پشت سر کارهایی کردیم در رسانه ها. کتابی که چون نوشتن کهندیارا به زبان پارسی و فرانسوی، بنده خریدم، پولش دادم، بعضی هم خود عزیزان ایرانیمون خریدن، ولی یک فرانسوی رو من ازش پول نگرفتم، نخرید. ما دادیم شهبانو امضا کرد و برای شخصیت های بسیاری و کتاب ها رو بین های هدیه دادیم کهندیارا رو. همین مراسم به خاک سپاری لیلای عزیزم که بزرگترین نقش رو در تحول آفرینی ذهنیت مردم نسبت به پهلوی ها داشت رو با دوربین های مهتیوی ما خودمون هزینه رفتیم، دو تا دوربین، تشکیلات، فیلم برداری کردیم، بعد رایگان پخشش کردیم. تلویزیون پارس بارها اینو پخشش کرد و ما رایگان پخش کردیم. در امریکا اگر خانمی این را به یک کمپانی فروخت، حتی با آرم ما و پایین و پولی گرفت و کار کرد، اصلا به ما ربطی نداشت. اون خانم هم هنوز زنده است، از این کار زیاد کرده، شهمانه میشونه خوب میشناسه. و حالا بگذاریم، ما نه تنها یک شاهی نساختیم که بسیار گذاشتیم عزیزان من. ای نیایید یکی دو نفر صحبت هایی بکنید. و این افتخار سیاوش اوستا بوده که طی سالهای نبرد و مبارزش، ولی که نمیگم به پولم احتیاج داشتیم، به مواقعی هم بودی در اون سالا که برقمون هم توی این شانزلیزه قطع میشد، چون هزینه تلفنمون قطع میشد، از این سنگیر بود، نمیرسید سر موقع، چند تا بیزنس داشتیم و غیره. ولی میخوام اینو بهتون بگم، ما هرگز از کسی دست دراز نکردیم و اگرم دست دراز کرده ما نگرفتیم و مستقل و آزاد. این افتخار سیاوش اوستا، این رو خواستم برای ثبت در تاریخ به شما بگم. نمونش همین آیین بزرگداشت لیلای عزیزم هست که میبینید، و بعد زمین سازی که از قبل کردیم در رسانه ها به میجا، اون موقع تلویزیون پارس که بود، که مردم چند هزار نفر سر تا سر دنیا اومدن، حتی از ایران هم اومدن، ورق برگشت، ورق رو برگردوندیم، پول که نگرفتیم، هزینه هم دادیم توی این رابطه.